سلام دوستان خوش اومدین به یه پادکست دیگه امروز اومدم با یه ضرب مسئله جدید هر چیز که خار آید یک روز به کار آید میخوام براتون داستان این ضرب مسئله معنی و کاربردش رو توضیح بدم چه زمانی از این ضرور مسئله استفاده میکنیم؟ هر چیز که خار آید یک روز به کار آید وقتی کسی به چیز کم ارزشی بر میخوره مثلا توی خونش توی انباریش یک چیز بی ارزشی داره که سالها اونجاست و ازش استفاده این نمی کنه. بعد وقتی که دیگران بهش میگن این رو بنداز دور بذار فضات باز بشه معمولا در جواب میگن که هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. یعنی این چیزی که شما دارید میبینید بی ارزش استفاده ای نداره ممکنه یک روزی همین چیز به دردم بخوره و بهش نیاز داشته باشم. برای همین همینجا نگهش میدارم. این ضرب مسئله رو شما هم میتونید برای سوم شخص استفاده کنید. مثلا وقتی میبینید کسی داره وسیله ای رو دور میندازه یا بهش ارزشی نمیده و فکر میکنه که هیچ وقت بهش نیازی نداره و شما فکر میکنید که نه این میتونه در آینده به درد بخوره و میتونه این شخص این رو نگه داره میتونید بهش بگید هر چیز خار آید یک روز به کار آید دور ننداز نگه دار شاید بعدا به دردت بخوره خب حالا میخوام داستان این ذر و مسئله براتون بخونم هر چیز که خار آید یک روز به کار آید روزی آدم فهمیده و دنیا دیده ای با پسرش راه افتاد تا به سفر دور و درازی برود فهمیده یعنی کسی که خیلی میدونه کسی که اطلاعات و دانش زیادی داره دنیا دیده هم به شخصی میگن که با تجربه است توی زندگی تجربه های زیادی داره اصطلاحا میگن سردی و گرمی روزگار و چشیده سردی روزگار یعنی سختی روزگار سختی دنیا گرمی روزگار یعنی شیرینی راحتی آسونی که اصطلاحا میگن سردی و گرمی روزگار یعنی هم روزهای بد و دیده هم روزهای خوب و دیده به این آدم میگن دنیا دیده پس یه آدم دنیا دیده و فهمیده با پسرش یه سفر دور و درازی میره آنها وسیله ای نداشتند. این بود که پیاده سفرشان را شروع کردند. هنوز مقدار زیادی از محل زندگیشان دور نشده بودند که در جاده نعل اسبی پیدا کردند. نعل همون قطعه آهنیه که زیر سم حیوانای چارپا مثل اسب و خر و گاو و اینا میزنن تا از باهاشون محافظت کنن که تو فارسی بهش میگیم نعل حالا نعل اسب یعنی این نعل این قطعه آهن برای اسب بوده مرد به پسرش گفت نعل را بردار شاید در طول سفر به دردمان بخورد به درد خوردن یه عبارت خیلی رایجیه که حتی منم اول پادکست خیلی ازش استفاده کردم یعنی به کار اومدن قابل استفاده بودن یا مفید بودن وقتی میگیم چیزی به درد ما میخوره یعنی مفیده میگه این نعل اسوا از زمین بردار این مفیده به دردمون میخوره پسر گفت ما که اسب نداریم این نل به چه درد ما میخورد و راه افتاد و رفت اما پدر با خودش گفت لنگ کفش کهنه در بیابان نعمت است. این جمله هم خودش یه ضرب مسئله. یعنی زمانی که توی سختی و تنگنا هستیم حتی کمترین و بیارزشترین چیزها هم به درد میخوره یعنی مفیدن. توی بیابون که جای خیلی گرمه و زنده موندن اونجا کار سختیه وقتی تنها باشی توی بیابون باشی یه لنگ کفش کهنه هم میتونه برات مفید باشه به دردت بخوره پس هم یک ضرون مسئله یه بار دیگه میگم لنگ کفش کهنه در بیابان نعمت است. پدر این رو با خود گفت و خم شد و نعل را رو از روی زمین برداشت و به پسر هم چیزی نگفت آن دو در سر راه خود به روستایی آباد رسیدند پدر به کارگاه نعلبندی رفت کارگاه نعلبندی همون مغازه یا جاییه که نعلها رو می سازن. نعل اسب نعل گاو و غیره. نعل را به نعلبند فروخت. نعلبند هم همون کسیه که زیر سم اسب و شطور و بقیه چارپاها نعل می بنده. آن را فروخت و با پول آن کمی گیلاس خرید. آن را داخل پارچه پیچید و در کول بارش گذاشت. پسر که رفته بود استراحت کند متوجه کارهای پدر نشد. بعد از کمی استراحت دوباره راه افتادند. راه خسته کننده ای بود. هوا هم بیش از حد گرم بود. هر وقت تشنه اشان می از آبی که همراه داشتند می نوشیدند. اما گرمای زیاد هوا باعث شد آبی که همراه داشتند زود تمام شود. در راه پسر و پدر به این طرف و آن طرف سر زدند تا شاید آبی پیدا کنند. اما بیفایده بود. ناامید به راه خود ادامه دادند. پدر تشنه بود. اما پسر که بیشتر از او برای یافتن آب به این در و آن در زده بود تشنه تر شده بود. به این در و آن در زدن یعنی تمام تلاش خودت رو برای چیزی کردن. یعنی تمام تلاشش رو کرد که آب پیدا کنه. اما بیفایده بود. ناگهان پسر ایستاد و به پدر گفت خیلی تشنه آب هم نداریم. جوی آبی همین دوروبر نیست. کم مانده از تشنگی حلاک شوم یعنی کم مانده از تشنگی بمیرم. حلاک شدن یعنی مردن اما بر اثر سختی یا پیش آمدن حادثهی. پدر گفت فاصله زیادی با مقصد نداریم به راحت ادامه بده. اما پسر تشنه تر از آن بود که بتواند قدم از قدم بردارد. قدم از قدم برداشتن یعنی دیگه نمیتونست حرکت کنه. پدر که دید پسرش دیگر رمقی برای رفتن ندارد، رمقی نداره یعنی توان نداره، دیگه نمیتونه. کوله بارش را باز کرد و دانه گیلاس روی زمین انداخت. پسر از دیدن گیلاس خوشحال شد. خم شد و آن را از روی زمین برداشت و خورد. تعم شیرین گیلاس و آب آن دهان خشکیده او را کمی تر کرد. تر کردن یعنی خیس کردن. چند قدم دیگر که رفتن پدر گیلاس دیگری روی زمین انداخت. پسر باز هم خم شد و گیلاس را برداشت و خورد. پسر که از خوردن گیلاس ها لذت می برد به پدر گفت ما که گیلاس نداشتیم اینها را از کجا آورده اید؟ پدر جواب داد بعدن میفهمی. و یک دانه گیلاس هم خودش خورد. به این ترتیب آن دو توانستن بقیه راه را بدون مشکل طی کنند. وقتی داشتن به مقصد می رسیدند گیلاس ها هم تمام شد. پسر از پدرش پرسید نمی خواهید بگویید که این گیلاس ها را از کجا آورده اید؟ پدر گفت تو حاضر نشدی برای برداشتن نعلی که ممکن بود به دردمان بخورد خم شوی و آن را از روی زمین برداری اما برای برداشتن گیلاس ها بارها روی زمین خم شدی. من این گیلاس ها را با پولی که از فروش همان نعل کهنه به دست آوردم خریدم. حالا حتما فهمیده ای هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. خار یعنی پست بی ارزش یعنی هر چیزی که به نظر بی ارزش برسه یک روزی ممکنه مفید باشه. از آن به بعد وقتی کسی به چیز کم ارزشی برمیخورد که ممکن است بعدها به کارش بیاید میگوید هر چیز که خار آید یک روز به کار آید خب بچه ها اینم از داستان این ضرور مسئل امیدوارم که لذت برده باشید مثل همیشه برای اینکه کاربرد اون رو دقیق تر و بهتر متوجه بشین یه گفتگوی کوتاه براتون میخونم این یه گفتگوی هست بین یک زن و شوهر توی خونه زن انباری خیلی شروع و نامرتب شده. مجبورم خیلی از وسیله های به درد نخور و قدیمی رو تو خونه تکونی ای دور بریزم. مرد ولی ما که وسیله به درد نخوری تو خونه نداریم. نکنه منظورت وسایل منه. زن بله منظورم دقیقا همون تیرو تخته های جنوالیه. وقتش رسیده که همه اونها رو بیرون بریزی. تمام حجم انباری رو گرفته. به چه دردی میخورن؟ مرد الان به درد نمیخورن شاید در آینده نیازشون داشته باشیم همیشه میگن هر چیز که خار آید یک روز به کار آید توی این گفتگو چند تا نکته داشت که دوست دارم بهتون بگم یکی خونه تکونی که زن میگه مجبورم وسیله های به درد نخور قدیمی رو تو خونه تکونی اید دور بریزم خونه تکونی یعنی تمیز کردن همه جای خونه از دیوار، پنجره، فرش، کمد، هر جایی که فکرشو کنید رو تمیز میکنن که ایرانی یا سال یک بار قبل از سال نو که همون نوروز میشه خونه تکونی انجام میدن یعنی همه جای خونه رو تمیز میکنن مورد بعدی کلمه جنابالیه که توی فارسی گفتاری میگیم جنابالی 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 همون آقا هست اما صورت رسمی و محترمانه ترش که البته کاربرد دیگه ای هم داره بعضی وقتا ما به همسرمون دوستمون که خیلی صمیمی هم هستیم و لازم نیست با هم دیگه رسمی صحبت کنیم ممکنه به صورت کنایه بهش بگیم جنابالی که از اینجا زن گفت همون تیر و تختهای جنابالی اینجا منظور آقا به صورت رسمی و محترمانش نیست که همون منظورش میشه همون تیر و تختهای تو خب بچه ها اینم از پادکست امروز و زربان مسئله امروز امیدوارم که لذت برده باشین اگر دوست دارید زر و مسئله دیگه ای رو براتون بخونم معنی کنم حتما برام تو کامنت ها بنویسین برای حمایت از کانال Learn Persian بیت اثر میتونید اون رو سابسکرایب کنین و برای حمایت بیشتر میتونید به پتریون من سر بزنید بوس به کله هاتون دوستتون دارم اسم من مرسی که به پادکستم گوش دادین خدا پس.